بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یک و یک شما دوستان عزیز و نازنین. امید که در هر جایی هستین جور و صحت و سلامت باشین و همچنان صبح اول هفته شما بخیر. عزیزان، امید است که صبح اول هفته خود را پر انرژی آغاز کرده باشین، چون قرار است یک هفته در کنار هم چیزهای بسیار بسیار خوبه را یاد بگیریم. دوستان، امروز هم که شنبه است و ما در خدمت شما عزیزان هستیم و همگی ما میفهمیم که ما در روزهای شنبه داستان داریم و امروز هم قرار است که ما بر شما عزیزان داستان بخوانیم. پس شما عزیزان ما را تا آخرین لحظات برنامه همراه باشین. دوستا، امروز داستان ما در رابطه با یک رودخانه یا یک دریایی است که خشک شده و حالا هم ببینیم که داستان چی است و بالاخره چرا دریا خشک شد، که حتما شما عزیزان ما را تا آخرین لحظات برنامه همراه باشین و بفهمید که خب چرا رودخانه یا عمو دریا خشک شده. خب پس شروع میکنیم به خواندن داستان امروزی خود. میگه یک روز صبح وقتی موش کوچک از خواب بیدار شد. به به، چه صبح زیبایی! به طرف رودخانه رفت تا صورتش را بشوید. اما وقتی نزدیک رودخانه رسید، متوجه شد تمام آب رودخانه خشک شده. آب رودخانه چی شد؟ آب رودخانه کجا رفته؟ ما بدون آب چی کنیم؟ حیوانات جنگل از این که آب رودخانه خشک شده بود بسیار ناراحت بودند. مشکل حل کنم، من باید بفهمم که او کجا رفته. باید برم پیش داناترین حیوان جنگل، یعنی باید برم پیش شیر. موش کوچک تصمیم گرفت تا بفهمد که آب رودخانه کجا رفته و هرچه زودتر آن را به رودخانه بازگرداند. او پیش داناترین حیوان جنگل یعنی شیر هوشیار رفت تا سراغ آب رودخانه را از او بگیرد. سلام سلام شیر هوشیار، که شبها هستی بیدار؟ رودخانه آب نداره، کسی خبر نداره. به ما بگو کجا رفت، چرا از جمع ما رفت؟ و شیر هوشیار جواب داد: دوست خوب موش کوچک، تو باید سراغ آب رودخانه را از خورشید خانم بگیری، چون وقتی خورشید میتابد آب رودخانه بخور شده و به طرف بالا میرود. تشکر شیر مهربان، پس من میرم پیش خورشید. بله. موش کوچک تصمیم گرفت فردا صبح موقع طلوع آفتاب پیش خورشید برود و مشکل آب رودخانه را از او بپرسد. موش آن شب زودتر از همیشه خوابید تا فردا زود از خواب بیدار شود. فردا صبح موقع طلوع آفتاب، موش کوچک وقتی خورشید را دید: سلام سلام خورشید خانم، خورشید خوب و مهربان، از پشت کوه بیا بیرون تا بپرسم سوالمو. رودخانه آب نداره، کسی خبر نداره. با ما بگو کجا رفت، چرا از جمع ما رفت؟ خورشید خانم لبخندی زد و گفت: دوست خوبیم، وقتی من در حال تابیدن بودم
تمام آب رودخانه بخار شد و به طرف آسمان آمد، اما نمیفهمم ابر آنها را با خود به کجا برد. تشکر خورشید خانم، خیمه میرم پیش ابر. بخیر بریم. موش کوچک تصمیم گرفت که برود پیش ابر. وقتی نزدیک ابر رسید، سلام سلام ابر مهربان، خبر داری از حال ما؟ رودخانه آب نداره، کسی خبر نداره، به ما بگو کجا رفت، چرا از جمع ما رفت. و ابر لبخند زد و گفت موش عزیز، آب رودخانه شما پیش من است. واقعا آب رودخانه ما پیش شماست؟ لطفا لطفا اگه میشه آب رودخانه ما را پس بده. خیره؟ درست است، اما به تنهایی کار انجام داده نمیتونیم. برای این کار باید ابرهای دیگه هم کنار ما باشن. پس تو پیش باد برو و از او خواهش کن تا ابرهای دیگر را روان بکنه و ما یک جای شویم و شروع به باریدن کنیم تا او وقت آب رودخانه جاری شود. تشکر ابر مهربان، خیمه میرم پیش باد. و همچنان موش کوچک تصمیم گرفت و یک کوه بلند برود و پیش باد که رسید، سلام سلام باد مهربان، هو هو کنان، دوان دوان، رودخانه آب نداره، کسی خبر نداره، بیا که مشکلم را حل بکنی تو آشان. باد خواهش موش را قبول کرد. چند لحظه بعد شروع به وزیدن کرد و ابرها یک جا شدند و شروع به باریدن کردند. آنها آنقدر باریدند که رودخانه جنگل پر از آب شد. به 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 به، آب آمد، رودخانه ما پر از آب شد، چقدر خوب شد، چقدر ما خوشحال هستم. موش با تمام کسانی که در جنگل بودند همگی بسیار خوشحال شدند. تشکر باد عزیز، تشکر ابر مهربان. آن روز حیوانات جنگل از موش مهربان قدردانی کردند و با خاطر پر آب شدن رودخانه جشن گرفتند. خوب شد که آب آمد، خوب شد که رودخانه ما پر از آب شد، همراه بقیجان آبوزی میکنیم. آب آمد، آب آمد، من خیلی خوشحال هستم، تشکر از موشتان، تشکر. خواهش میکنم بقیه دوست خوبه. بله بله، بسیار خوب که بازم آب آمد، تشکر از موش که خیلی زحمت کشیده بود. خواهش میکنم شیر مهربون، بیا که با هم جشن نگیریم. بله به به، دوستان عزیز، چه داستان بود امروز و همگی ما انشالله که لذت برده باشیم و چیز خوب از این داستان یاد گرفته باشیم. و همچنان ایزان دوستان ما که امروز تشریف آورده بودن و در جنگل که بودن، چقدر یک کار خوب کرد موشک، رفت زحمت کشید، تلاش کرد و بالاخره آب را بر رودخانه برگشتان. کم بول بول زبانی تو، کم بول بول زبانی تو، چیکار بود؟
سلام. چیکار بود؟ سلام. سلام 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 ای سلام نه. رفیقای نو پیدا کردی؟ دوستای نو پیدا کردی؟ همراهشون داشتن میخوانی؟ نه خیلی فلودی جان. مرد برنامه نماندی؟ نه دیگه فلودی جان ای رقم گپا نیست. چرا؟ چرا؟ گوش کنی؟ چرا؟ من بسیار نواهد شدم. چرا دوستای نو پیدا کردی؟ خب تو به من گفتی تا آخرش خدمت دوست میمونی. خب دفعه ما... تو خوبم میمونی. خب من آلم همراهی تو دوست هستم. خب از دوستیم و تو چیز کم نشدم. از ما تعریف نکن خب؟ بله؟ از ما تعریف کن. بله فولادی جان چقدر بچه خوب است دوستا. بله فولادی جان چقدر بله. یک بچه درس خانه است. فولادی جان چقدر خوب ورزش میکنه. دوستا بهترین دوستم از فولادی جان. بله فولادی جان دیگه دوست عزیز ما است. بله خب عزیزان داستانی که ما امروز من شنیدم داستان شنیدیم. بله فولادی جان خودت داستان خوبی بود. بله از این داستان چی یاد گرفتی؟ اول برای دوستای ما بگو. بله آفرین. از این داستان یاد گرفتم که من باید همیشه شیر جنگل باقی بمانم. بله آفرین. خب در ادامه با کل نگه کمک کنم. بینیم و پاک کنیم. یعنی چی؟ چی؟ چیز نه جمشید جان نتیجه گیری را گوش کن. خب باشم زندگی من. بدون آب امکان ندارد. حتما و ما نباید بدون آب زندگی کنیم. خب اصلا امکان ندارد. نه خیر نه. خب همیشه در زندگی ما آب گپ اول میزنم. بله اگر آب نباشه آب از کجا کنم که بخورم؟ آفرین. اگر آب نباشه چه قسمی حمام کنم باش تو بوی بد مرا تحمل میتونی؟ دوستای ما فرار میکنه میگه فولادی چقدر بوی بد میتحمل نمیکنه. بله حتما. اگر آب نباشه پایات بوی میده. بله پایات بوی میده جوابات بوی میگیره باش من دیگه تحمل تو رو ندارم. بله بله ما نباید بوی بدیم. خب دوستای عزیز تشکر میکنیم از فولادی جان عزیز فولادی جان نازنین که امروز بر ما نتیجه گیری کرد از داستان ما و چه دوستان ما امروز تشریف آوردن در استودیو. چه عزیزان مهربان بودن امروز در استودیو. چه داستانی بر ما خواندن. چه داستانی بر ما تعریف کردن. تشکر میکنم ازشان. خب دوستای عزیز ما از داستان امروزی ما این نتیجه را میگیریم که ما وقتی که یک مشکل برای ما پیش میاد باید کوشش کنیم تلاش کنیم از هیچ نوع تلاش دریغ نکنیم و اون مشکل ما را حل بسازیم. مشکل حل بسازیم؟ بله یعنی و... اونش مشکل حل ساخت؟ بله دیگه یعنی دمون خود ترکی خود تلاش کرد؟ بله دیگه یعنی چقدر, تل... چقدر یک موشک خوبه بود؟ یعنی چقدر بچه خوبه بود؟ تلاش کردن به دستان نیست جمشید جان؟ نه خیر دیگه تلاش کردن با کوشش خودت هم از دیگه نه خود دیگه این خورد و کلان نیش ناشه. بله ما باید در هر عرصه زندگی ما پستی و بلندی داره. بله چی گفتم؟ خب به فولادی جان بله پیامت برای دوستای ما چی است؟ مثلا دیدیم که آب رودخانه خشک شد نی؟ پیامت برای دوستای ما چی است؟ پیامم بله پیامم دوستای عزیز و نازنین و مهربانم آفرین همیشه و همیشه با همدیگیتون متحد باشن متحد خب بودن فولادی جان آب رودخانه خشک شد نی؟ آه آه متحد بودن. نه خیلی بی بی گوش کن انال پیام خودت برای دوستای ما به خاطر ای که آب مثلا خدای نخواسته یک روز بر روی ما خشک نشه پیام چی است؟ حتی فکر کردن در بارش منم خب میترسانم. خب اینا رو پیامت بگو بر دوستای ما. آفرین پیام من ای است که از او استفاده خوبی کنیم. آفرین او اصراف نکنین. آفرین بله ما نباید او اصراف کنیم. بله آب چی گفت استاد ما؟ آب مایه حیات است. بله آب مایه بله. حیات است. تشکر میکنیم از فولادی جان و تشکری خاص میکنیم از شما عزیزانی که در برنامه امروزی ما را همراه بودین. جهان سپاس از شما.
دوستان ما آیتم بعدی آیتم سین مثل سوال داریم که حتما شما عزیزان بیننده باشین و معلوماتتون زیادتر و زیادتر شود. بله. پس ما و فولادی جان از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپاریم. روز خوب خوش داشته باشین. خداحافظ و نگهدار شما. خدا نگهدار. Come on.